که خیلی جالب بگم که معمولا ماشینه که یه ذره حالت اسپورت تر هستن، شما لاستیکای جلو عقب میبینید شاید به نگاه اولتون یه ذره شبیه هم میاد، ولی نوع لاستیکا، سایز لاستیکا کاملا فرق میکنه. لاستیک جلو 21 اینچه 21 اینچه و ضخامت این گوشته لاستیک هم خیلی کمتره و جلو رو میبینید خیلی، حالا من نزدیکم برم زوم کنم، ناکنین 22 اینچه این علاوه ضخامت خیلی کمتره، بعد چون که فشار بیشتری رو چرخ عقب میاد و جلو هم که میبینین 21 اینچه و یه ذره علاوه ضخامتی بزرگتره، چون که مسئلت ضربه گیر داره دیگه، ضربه ماشین رو میگیره چون که در قسمت جلو بیشتر این ضربه به شاسی برخورد میکنه. حالا اینجا میتونید لوگو X6 رو ببینید، امپرمانت. خب بریم در مورد این آپشنه خاصش صحبت کنیم. نکنه این خودش یکی از آپشنهایه میشه گفت گران قیمتشه، چون که یه اسپویلر جدا از فیبر کربونه و کربون هم فولاده پروسه ساخت سختی داره و برای همین خیلی قطعه ارزشمندی تو خود رو هستش، برای همین این هم مثلا یکی از آپشناش حساب میشه. چون این نمای بالا از اسپویلر بالاش داشته باشه، سانروفش هم میتونید ببینید. ولی یکی از آپشن های جدید که بیم بگذاشته الان رو مدل های اسپورتش میدید، این حالت مثلا ابرو مانندی که اینجا گذاشته و این هم آپشن داره، این قطعه هم میتونه عوض بشه، کربن بشه و ایسه متریال های دیگه بشه، ولی خب یکی از الان خواسته این چیزه که بیم الان استفاده میکنه این مثل حالت باله یا خیلی زیبا میکنه ماشینو، خیلی حالت اسپورت تر و خاص‌تر میکنه. هم این سری نکته هایی که بتونم بگم، مثلا الان این کربونه اینجا این آپشن حساب میشه، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه و نوع دوخت اینا همش آپشن هست، یعنی شما میتونید تغییر بدین حتی رنگ این دوخت ها، اینا جزء آپشن های ماشین حساب میشه و برای یه سری لیول های بالاتر اشکال استر این قطعه هم شما میتونید تو بعضی از ماشین ها عوض کنین، به اسم خودتون بنویسین یا هر مورد خاص دیگه که مثلا نیاز باشه میتونید عوض کنید به اساس سلیقه خودتون. حالا اما داخلش هم با هم ببینیم، هم یه نکته بهتون نشون بدم، مثلا این مدل سافت کلوز داره، یعنی در اگه کامل بسته نشه خودش در میبند. حالا من یه بار دیگه انجام میدم ولی خب داره شما سیداش خب میتونه از بیرون
صافکه لازوشو ببینیم. خب یه نما هم با هم صندلی هاشو ببینیم که دیگه چیکار پارت سوپر اسپورته. معمولا این قسمت هایی که میاد جلو برای اینکه تو ماشین هایی که میگم توی رده های اسپورت هستن توی سر پیچ برای نگه داشتن بهتره، حتی اینجا برای شونه ها برای نگه داشتن بهتره راننده، و حالا اگه زمان حادثه چیزی پیش میاد که. بعد یه نکته دیگه هم بگم در مورد آپشناش، تمام این نوع دوختا، نوع چرم، اینا همش اینا جزء آپشن حساب میشه و شما میتونید اینا رو تغییر بدین بر اساس سلیقه‌تون. میگم که لوگو X5 میبینید، خب تو ادامه در مورد صندلی های نکته بگم. حالا این چیزی آپشنی که خیلی چیز خاصی نیست، شما میتونید تنظیم کنید حالا عقب جلو بر اساس هر چیزی که بخواین، حالا هر شرایطی که بخواین، و حتی این قسمتی که از برای که جای زیر رومتون، و اینجا هم چند تا آپشن خاص خودشو داره. حالا که اینا چیزای مثلا معمولا دیگه حالا اکثر ماشینا مثلا دارن، اینجا هم که میتونید حالت خمششو که مثلا خم بشه رو به جلو رو به عقب، و فکر کنم یه ذره بیارم جلوتر طوری بهتر مشخص میشه. میتونید ببینید که یه مقدار خم میشه حالت جلو و عقب. اینا حالا آپشن هایی که مثلا دارن اکثر ماشین ها. و یه نکته خیلی جالب که حالا هستش خیلی، اینکه اینجا شما این دکمه ست دارید. خب حالا معمولا مثلا ماشینا توی خانواده مثلا حالا چند نفر سوار میشن، شما میتونید یه بار این صندلی ها رو اینجا تنظیم کنید بر اساس مثلا خواسته خودتون، خب مثلا تو چه موقعیتی باشه. خب بعد زمانی که مثلا سوار میشین مثلا دکمه ست رو میزنید، دکمه یک رو میزنید، بعد این تو حافظه ماشین میمونه. زمانی که شما دکمه مثلا یک رو میزنید، حالا مثلا میبینید من دکمه یک رو زدم، داره برمیگرده به اون حالتی که روی یک مثلا تعریف شده. خب مثلا یه آدمی هست که ذره علاوه قدش مثلا کوتاه‌تره، جلوتره، و حالا مثلا نفر دوم میاد، حالا مثلا یهاش شاید مثلا یه مقدار قدش بلندتره یا یه سی نکته، مثلا این مثلا داره میره روی حالت ست دومش که خودکار داره برمیگرده به همون حالت. و اینا آپشن هایی هست که مثلا شما اگه مثلا چند نفر از ماشین دیگه، هر دفعه نیاز نیست که شما صندلیاتون رو مثلا جابجا کنید، و حالا از این نما می بردیم میتونیم دوباره مثلا با هم جابجایی صندلی ها رو ببینیم. این نکته بود که حالا در مورد صندلی ها هست. خب بریم این نمای عقب هم ببینیم. بریم با هم سند و عقب فضای عقبش هم نگاه کنیم با هم. این ساعت هم میشه فضای فوق‌العاد خوبی داره. این پایین هم معمولا زاپاس رسه امکانات، بعد اینجا هم پکه بسه مسائل که حادثه پیش بیاد یه چیز ضروری اینجا قرار میدن. بعد معمولا هم مثلا یه جای شارژ میذارن عقب، شارژایی هستن که مثل حالت جای پندکی هستن. اینا رو چون که مثلا یه سری این سبک و ماشین ها مثلا میبینین، دکمه هایی که اینجا میبینین صندلی ها کلا میتونه خوابید، بعد عقب مثلا مثل فضایی مثلا کمپینگ خوابیدن اینجور چیزا، مثلا شما میتونین گوشیتون رو، یا یه سری مثلا یخچالایی هست که کوچیکینا میتونیم اینجا قرار بدیم، ولی مثلا پرواش میتونیم اینجا واس کنیم، و نسبتاً فضا خیلی خوبی داره برای عقبش. و یه نکته ای هم هست که دیگه حتما اکثر این ماشینا دیگه حتما باید شما باید به دکمه مثلا بعضی موقع اگه اشتباهی حواستون نباشه، چون